سلام و درود خدمت ورزش پلاسه های عزیز. بارسلونا روی ستاره فرانسوی خود قیمت گذاشته است. باشگاه بارسلونا دوباره برای جذب مدافع هلندی تلاش می کند. تاریخی از سرگیری رقابت های سری آ مشخص شد. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. نشای مارکا مدعی شد که بارسلونا تنها با مبلغ 60 میلیون یورو راضی به فروش عثمان دمبله خواهد شد. در تابستان سال 2017 بود که نیمار سازی جدایی کوک کرد و در یک انتقال تاریخی با قراردادی به ارزش 222 میلیون یورو از بارسلونا به پاری سن ژرمن پیوست. بعد از جدایی فوق ستاره برزیلی، باشگاه بارسلونا به دنبال جذب جانشین برای وی بود که در نهایت آنها وینگر فرانسوی دورتموند یعنی عثمان دمبله را به خدمت گرفتند. عثمان دمبله که با امیدهای فراوان راهی نیوکام شده بود تا به اینجا نتوانسته عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهد، چرا که مصونیت‌های پایاپای باعث شده این بازیکن از فرم خوب قبلی خود فاصله بگیرد. این موضوع همچنین سبب شده که صبر هواداران و مدیران بارسلونا درباره این بازیکن به کمترین میزان خود برسد. در ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی در رابطه با احتمال جدایی عثمان دمبله از بارسلونا در نقل و انتقالات پیشرو به گوش رسیده است. گفته می‌شود که باشگاه منچستر یونایتد شرایط جذب این بازیکن را دنبال می‌کند. اما حالا و در همین رابطه نشریه مارکا مدعی شده که باشگاه بارسلونا حاضر نیست با مبلغی کمتر از 60 میلیون یورو ستاره فرانسوی خود را به فروش برساند. در همین حال نشریه سان مدعی است که این احتمال وجود دارد که باشگاه بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود دوباره برای جذب ماتیاس دلخت و این بار از یوونتوس تلاش کند. ماتیاس دلخت در اوج جوانی و هنگامی که تنها 19 سال سن داشت بازوبند کاپیتانی آژاکس را بر بازو بست و یک از مهمترین ارکان حضور این باشگاه در جمع 4 تیم برتر رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2018 و 2019 بود. عملکرد فوق‌العاده دلخت در ترکیب آژاکس باعث شد که تیم‌های زیادی خواهان جذب این بازیکن باشد. در حالی که به نظر می‌رسید بارسلونا به جذب این مدافع هلندی بسیار نزدیک شده بود، اما ماتیاس دلخت در چرخشی عجیب و جالب توجه باشگاه یوونتوس را به عنوان چالش جدید خود انتخاب کرد. مدافع هلندی اما نتوانسته در ترکیب یوونتوس بازی‌های فوق‌العاده‌ای را ارائه دهد و عملکرد وی دور از حد تصورات بوده است. موضوعی که باعث شده حالا شایعات زیادی در رابطه با احتمال جدایی زود هنگامی او از باشگاه یوونتوس مطرح شود. اگرچه گفته می شود که باشگاه یوونتوس با توجه به سن و سال کم و آینده دار بودن دلخت تصمیمی برای فروش این بازیکن ندارد، اما حالا نشریه سان مدعی شده که بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود قصد دارد از وضعیت نچندان خوب ستاره هلندی در یوونتوس استفاده کرده و یک بار دیگر تلاش خود را برای جذب او انجام دهد. در همین حال تاریخ 13 جون به عنوان روز آغاز مجدد سری آ اعلام شده است. حدود دو ماه پیش و بعد از برگزاری دیدار حساس بین دو تیم یوونتوس و اینتر بود که مسئولان فوتبال ایتالیا اعلام کردند به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور مسابقات ورزشی از جمله سری آ به حالت تعلیق درآمده است. از زمان تعلیق مسابقات سری آ تا به حال شایعات زیادی در رابطه با زمانی از سرگیری مسابقات شنیده شده است. حتی گفته شده این احتمال وجود دارد مسابقات سری آ مانند لیگ‌های هلند و بلژیک به طور کامل لغو شود، موضوعی که البته توسط مسئولان این لیگ گویا تکذیب شده است. اما لحظات پیش تاریخ رسمی از سرگیری رقابت‌های سری آ مشخص شد. بر این اساس این مسابقات از تاریخ 13 جون پیگیری خواهد شد. همچنین به طور مشخص همه بازی‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود. از طرف دیگر مشخص شد که تمرینات گروهی تیم‌ها از تاریخ 18 می پیگیری می‌شود. با این حال پروتکل مشخص شده به این معناست که اگر بازیکنی از یک تیم با تست کرونا مثبت روبرو شود، کلی اعضای این تیم باید به مدت 15 روز قرنطینه شود. نظر شما در مورد این سه خبری مهم ورزشی چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.